مایک پنس معاون ریاست جمهوری آمریکا که برای شرکت در مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی 2018 به کره جنوبی رفته است، کره شمالی را کشوری جنگ طلب توصیف کرد که نباید اجازه داد از حضور در این دوره از مسابقات جهانی برای بهبود بخشیدن به وجهه خود سوء استفاده کند. مهدی آرامی گزارش می‌دهد. معاون رئیس جمهوری آمریکا با چند تن از اتباع کره شمالی که مورد شکنجه و آزار قرار گرفته بودند و از آن کشور گریختن ملاقات کرد. فرد وانبیر، پدر اوتو وانبیر که پس از آزادی از زندان از کره شمالی درگذشت، نیز به همراه همسرش در این ملاقات حضور داشت. آقای پنس فرد وانبیر را قهرمانی خواند که برای آرمان پناهجویان کره شمالی تلاش می‌کند. فرد وانبیر فرد وانبیر و خانواده‌اش درباره زندگی پسر فوق‌العاده‌شان صحبت کردند. اوتو وانبیر در کره شمالی زندانی بود و هنگامی که او را آزاد کردند در وضعیتی بود که پس از بازگشت به خانه‌اش درگذشت. فرد اکنون قهرمانی برای مردم کره شمالی است که شما در تلاش برای آزادی آنها از کشور گریختید. آقای پنس در کره جنوبی گفت برگزاری رژه نظامی توسط کره شمالی یک روز قبل از مراسم افتتاحی المپیک که مون رئیس جمهوری کره جنوبی امیدوار است المپیک صلح باشد، بیانگر این واقعیت است که پیونگیانگ نمیتواند از شرکت در المپیک زمستانی امسال برای نشان دادن حسن نیت در روابط بین المللی استفاده کند. آنچه که ما در شب المپیک در پیونگیانگ مشاهده کردیم، بار دیگر تلاش رژیم پیونگیانگ را برای نشان دادن موشک‌های بالستیک ثابت کرد. ارتشی را نشان داد که به تهدید علیه کشورهای منطقه و سراسر جهان ادامه می‌دهد. هیئتی از مقام‌های رسمی کره شمالی از جمله خواهر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نیز برای مراسم افتتاحیه وارد کره جنوبی شده. خواهر کیم جونگ اون اولین عضو از خاندان حاکم در کره شمالی است که از زمان جنگ دو کره در 60 سال قبل از کره جنوبی دیدن می‌کند. آقای پنس بر حمایت آقای مون از سیاست دولت پرزیدنت ترامپ برای ادامه فشار بر کره شمالی تاکید گذاشت. President Moon reaffirmed to me his strong support. رئیس جمهوری مون بار دیگر به من تأکید کرد که از فشار حد اکثری برای اعمال تحریم‌های بیشتر بر کره شمالی حمایت می‌کند. تحریم‌هایی که او واقعاً باور دارد به گفتگو بین دو کره برای شرکت پیونگیانگ در المپیک منجر شد. در همین حال مخالفان با حضور ورزشکاران و سیاستمداران کره شمالی در المپیک زمستانی در شهر پیونگ‌چانگ تجمع کردند. گروهی نیز در حمایت از رژه ورزشکاران دو کره در زیر پرچم ویژه وحدت تجمع داشتند. مهدی آرامی، صدای آمریکا.